شدم. نمیشه، باید تمومش کنی. ولی سیر شدم. مامان بلند نمیشی، یه ذرم نمیمونه. ماما چیه؟ کار نگهبانی افتاده گردن تو. خدا بگم چی کارت کنه رو دیار شدن. مقدس زهر ترک شدم. این چه کاریه؟ چرا منو ترسوندی؟ ببین نصف شبان بفرستینه مثل نگهبانای شب اینجوری نگهبانی بدی. شوخی هم میکنه. خیلی عصبانی شدم مقدس، قلبم واسداد. برو کنار. آدم افسرده میکنی ها، نمیذاری یه ذره بخندیم دلمون واشه. من این کارو باید بکنم؟ خوبه. آره خوبه. واسه زن حامله نمیشه، بچه میفته. خدا نکنه مقدس، اشتباه کردم. ببین این یارو تا اینجا تعقیبمون کرده، کسی که تا اینجا میاد حتما خونمونم میاد دیگه، نمیاد؟ ساکت چه، خدا نکنه منو نترسون. یعنی اون آدم چی شو بهشون رسید؟ اونام که زنگ نمیزنن. میبینی تو رو آدم حساب نمیکنن. الان زنگ میزنم، صبر کن الان زنگ میزنم. زنگ دستم عرق کرده. کیه؟ داداشته، نگران شده. الو؟ الو، منم، من راهمی. بله راهمی. نگران شدیم، چی شد؟ تو دادستانی هستیم، رفته تو شهادت بده. پیش دادستانن، هاجر خانم داره شهادت میده. جای نگرانی نیست، همه چی رو به راهه. خیلی خوب، اون آدمه چی شد؟ بهتون رسید؟ گرفتینش؟ ندیدیمش. خانم اینجا نمیتونیم با بابای صحبت کنیم. حتما ردمونو گم کرده. کاش گممون نمی کرد، حالا که اومدیم از اونم شکایت میکردیم. خوب آدم تعقیبمون میکرد. آدمم کی؟ قبلا فرستاده بودی غذاخوری، همونی که آسورم آورد دادگاه. صبح تعقیبمون میکرد. اوضاع عوض شده، اونایی که دیروز کنارت بودن الان روبروتن. یاشارانه این بارم اونو انداختن دنبالم. خیلی خوب، من باهاش حرف میزنم. نگران نباش، مزاحمت تو نمیشه. از این به بعد هیچ کس نمیتونه مزاحمت بشه. نترس، اگه اون نباشه من هستم. ای بابا نمیدونم نه کن دیگه امروز بابات اومده بود ملاقاتت. آره به خاطر اون به هم ریختی؟ شنیدم خیلی وقت هم دیگر رو ندیدی، چرا قهر کردی؟ سرت به کار خودت باشه. کنجکاو شدیم. خب آدم چرا باید از دیدن باباش تفره بره؟ چراش به شما ربطی نداره، چرا دخالت میکنی؟ حتما چون اسمت قاطی این ماجراها شده نمیتونی تو گوشت سرم بردار، راحتم بذار. آه خیلی خوب فهمیدیم اعصابت داغونه، چه خبرته؟ صداتونو ببرین سفر تیمور، بریم پی کارتون، راحتش بذارین. حرفم نمیتونین بزنی؟ خب نمیخواد حرف بزنه، چیکارش داری؟ باشه اینجا برین رد کارتون. اینم شده آقا بالا سرمون. آره چطور حرفیه؟ سلام.
سر به سرت میذارم بهت بر میخوره، ولی خب حقم دارن. تا کی میخوای تو خودت بریزی؟ دلت میپوسه، مریض میشی. اگه نمیخوای حرف بزنی بنویس، برای خانومت تعریف کن، با گلت حرف بزن، فقط خودتو خالی کن. اگه بخوای با من حرف بزنی دهنم قرصه، خیالت راحت. میدونم امو، میدونم، ولی حرفی برای گفتن نیست. مملکت به اون بزرگی از همه جای دنیا مهاجر قبول میکنن. کار زیاده، پول خوبی هم میده. ببین چند نفر از همینجا رفتن، نامه مینویسن، وضعشون انقدر خوبه که با تعریف کردن تموم نمیشه. بعدن میبینی برای کریمم خوب میشه، برای هر ستامون خوب میشه. تو رو خدا ساکت نشین، یه چیزی بگو. تو برو فخری، تو هم بالا سر قبرش انتظار بکش. به خاطر خدا اینطوری نگو. نگاه کن منو، نگاه کن لعنتی. هیچ وقت دوستم نداشتی مگه نه؟ ولم کن. بگو. دوست داشتم. دروغه. چون بابات اونو نمیخواست، چون نمیخواستی آسیبی بهش برسه، زن من شدی. ساکت شو. همه میگفتن از عشق دیوونه شده، ولی فقط به خاطر عذاب دادن من خودکشی کرد، برای اینکه تا آخر عمر تو قلبت باشه، برای اینکه نتونم هیچ وقت بهت برسم. به خاطر نفرتش، به خاطر کینش این کارو کرد. تو هم به خاطر همچین آدمی زندگیمونو تبدیل به جهنم کردی. سالای سال صبر کردم انیسه، دیگه امیدی برام نمونده که دوستم داشته باشی. دلم میخواد دیگه این سایه از بینمون کنار بره. بچه‌مونو برداریم و از اینجا بذاریم و بریم یه جایی که نمیشناسیم، بین آدمایی که تا به حال ندیدیم، از اول شروع کنیم. میره، قسم میخورم میرم. اگه برم دیگه بر نمیگردم. اینجا تنها میمونی میپوسی. کریمم ببر. چرا نمیان بیرون؟ قرار نیست چیزایی رو که به ما گفت بگه و بیاد بیرون. دادستان همش ازش میپرسه دیگه. خدا میدونه برای اینکه جزئیات ماجرا رو از دست نده، همون سوالا رو چند بار عوض میکنه و دوباره میپرسه. برای اینکه مطمئن شه حقیقتو میگه؟ آره دیگه. اینم یه جوا نمیسته. من جای اون خسته شدم، اعصابم به هم ریخت. بایستا فاطمه گل، ولش کن، نگو. به خاطر آسو، ببخشید، به خاطر هاجر نگرانی مگه نه؟ نه، به خاطر اون نیست. میترسی اونم تو دردسر بیفته؟ ازش بپرسن تو اون شب اونجا چیکار میکردی؟ نه، من میخوام حقیقت روشن بشه. حقیقت اینه که کریم بیگناهه.
وقتی گفتی میخوام کمک کنم حرفتو باور نکردم، یکم پرخاش کردم، ولی بعد از اون همه اتفاق چطوری باور میکردم؟ من به خاطر همه چیزایی که بینمون گذشت پشیمونم. کاش اینطوری نمیشد. ولی شد. حاضرم همه کار بکنم تا زمانو به عقب برگردونم. کاش میشد برگردیم به یه سال قبل. اون موقع همیشه کنارت میموندم، پشتت وا میستادم، هیچ وقت تنهات نمیذاشتم، نمیذاشتم بی دفاع بمونی. مصطفی، من نیومدم این حرفا رو بشنوم، فقط اومدم به خاطر کاری که امروز کردی تشکر کنم. اگه این اتفاقا پیش نمی اومد الان ازدواج کرده بودیم. مصطفی بس، تمومش کن. شاید الان داشتیم مجده یه بچه دار شدنمونو به همه میدادیم. بهتره بیشتر از این ادامه ندی. نمیخواستم علیه تو شهادت بدم. باز شروع نکن. خبر نداشتم آسو علیه تو شهادت میدم. قسم میخورم فاطمه گل. ولی مانعش نشدی. نمیدونستم هاجر اوباجی کیه. اونجا فهمیدم، یعنی تو دادگاه. خواستم مانعش بشم. خیلی عصبانی شدم، داشتم دیوونه میشدم، ولی ولی چی؟ تموم شد. تموم شد. خب قطع نکن، حرفتو ادامه بده مصطفی. هرچی میدونستی گفتی؟ آره گفتم. کی میرین ازمیر معلوم شد؟ وسط هفته. نگران نباشی، از این به بعد پاپس نمیکشم. خیلی ازت ممنونم، خوشحالمون کردی. به خاطر کریم بود. خیلی ممنونیم. روز بخیر. همونطور که گفتم بهتون زنگ میزنم، شما حاضر باشین یه روز قبل حرکت خبر میدم. باشه. امیدوارم فایده ای داشته باشه. ایشالله. خداحافظ. به خاطر همه چی ممنونم. قبلنم بهتون گفتم هر وقت به کمک احتیاج داشتین کنارتونم. خدافظ. 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 چی شد دستتان حرفاشو باور کرد؟ البته که باور کرد. چیا گفتین؟ تعریف کنین. باشه تعریف میکنم، اول بریم. راننده تاکسی هم پیدا میکنه؟ در مورد همه چی تحقیق میکنن. من فقط یه چیز دیگه هم فهمیدم، هاجر وورالو از قبل میشناخته. از کجا میشناخ؟ من یه زنگ به عمر بزنم اونم در جریان بذارم. چرا منتظرم نمیمونی؟ چه زود منو فروختی؟ چی داری میگی؟ به خاطر فاطمه گل دست به هر کاری میزنی. نمیخواستم شهادت بده، خیلی عصبانی شده بودم. مگه قبل از دادگاه در مورد اینا حرف نزدیم؟ مگه نگفتم کاری به ضرر فاطمه گل نکن؟ حرفایی که زدم دروغ نبود؟ میبینم که خیلی از دروغ گفتم بدت میاد. تو خیلی عوض شدی مصطفی. این رفتارات واسه چیه؟ من سر در نمیارم. فهمیدم. تمام فکر و ذکر تو فاطمه. مزخرف نگو. وقتی گفتم کریم بیگناه وحشت کردی، چون تو زندان بودنش به نفع توئه مگه نه؟ چون فکر میکردی از نبود کریم استفاده میکنی به فاطمه گل نزدیکتر میشی. مانعم شدی که حقیقتو بگم. بعد صبر کردی فقط به خاطر قهرمان بازی جلوی فاطمه گل منو بردی پیش. چون برای گفتنش دل تو دلت نبود. آره، ولی تو هم برای اینکه شرایطو به نفع خودت پیش ببری منتظر فرصت بودی. بیگناه بودن یا نبودن کریم اصلا برات مهم نبود. تو سعی میکردی قهرمان فاطمه گل بشی. منم مثل احمقا فریب بازی تو خوردم. چرا دعوا میکنم؟ خدا میتونه. واقعا اینطور فکر میکنی؟ حالا خوب میدونم چرا منو پیش خودت نگه داشتی. خیلی خوب میدونم. تو هیچی نمیدونی، از هیچی خبر نداری. من امروز صبح همه جا رو زیر پا گذاشتم که برای تو انگشتر بگیرم، بعدش اینا رو به هم میگی؟ من تو این فکرم که بهت پیشنهاد ازدواج بدم، اون وقت ببین از چیا حرف میزنی.
چطوری ثابت کنم دوستت دارم؟ پس با هم ازدواج کن، مطمئن شو. سر از بس فکر کردم دارم دیوونه میشم. مصطفی چه کار میتونه با فاطمه گل داشته باشه؟ دست جمعی کجا ممکنه رفته باشه؟ اون دختره برای چی باید با فاطمه گل رو در رو بشه؟ فقط برای اینکه شهادتشو پس بگیره. آفرین، بیست. برای چی به نفع ما شهادت داد؟ به خاطر پول. حالا هم به نفع مصطفی شهادت میده که جیب اونو خالی کنه. خب هرزگی اینطوریه دیگه. اگه حرف بزنه بیچاره میشه. فکر میکنی تو دادگاه نمیگن این پسر وورال چرا کشته شد؟ نمیگن حتما کریم میخواسته انتقام تجاوزو بگیره؟ اون موقع دیگه محکوم میشیم. چرا من و تو نه، فقط وورال کشته شد؟ ها؟ چرا فقط اونو هدف گرفتن؟ آفرین به تو پسر. صبحونه چی میخوری؟ مغزت داره شروع میکنه به کار کردن؟ مگه غیر از اینه؟ برای چی فقط اون کشته شد؟ چون فقط اون مجرم بود. به نظرت میشه میندازیم گردن اون خلاص میشیم؟ از خودش هم نمیتونه دفاع کنه. نمیتونه دفاع کنه، ولی پدر و مادرش که هستن. پدرمونو در میارم. پسر، مگه عمو شمسی برای بردن لمان به انگلیس تقلا نمیکنن؟ کمکش میکنیم، کارش راحت تر شه. دادگاه هم وقتی اونا اینجا نیستن برگزار میشه. ما هم مثلا یادمون میره خبر بدیم. اینطوری از خودمون دفاع میکنیم. نمیشه؟ میشه، ولی نمیدونم. میگیم دچار مشکلات روحی بوده. دوبار اقدام به خودکشی کرده. کافی نیست؟ میگیم تعادل نداشته. میدونی راست شدنیه، ولی با یه بزمجه کل شق مثل فاطمه گل طرفی. اون به هوای کریم اینطوری بالا و پایین میپره. تا وقتی کریم تو زندانه راحت میشونیمش سر جاش. مقاومتشو میشکنیم. راستش فکر بدی نیست، ولی بیگدار به آب نزنیم. باید حساب همه جا رو بکنیم. برای چی همینطور لم دادی نشستین اینجا؟ چی شد؟ هنوز خبری نشده؟ نگران نباش، دوستای دایی وارد عمل شدن. دارن تحقیق میکنن ببینن در مورد ما گزارش دست مقامات قضایی رسیده یا نه. عجب آدمای بی خیالی هستین. من با شما چیکار کنم؟ دارن دنیا رو از زیر پاتون میکشن. لم دادین نشستین اینجا. آها، یاسمینه. جانم یاسمین. چه خبر عزیزم؟ سلامتی، خبرها پیش توئه. یارو خیلی محافظه کاره. تو در مورد یه چیز هزار دفعه سبک سنگین نکنه یه قدم هم بر نمیداره. نگو که به زحمت انداختتی. نه، فقط خیلی محتاطه، ولی قاپشو دزدیدم. ببین، نمیخوام زیاد معطل شی، عجله دارم. فقط راضی کردن منشیش یکم خرج برداشت. نه بابا، این قضیه از اونی که فکر میکنی بیشتر خرج برمیداره. هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشه. تو این کارو تموم کن، خرجش مهم نیست. تمومش میکنم، نگران نباش. به زودی مژده رو بهت میدم. اوکی، ببینیم و تعریف کنی. حتما میبینی. تازه از پیشش اومدم، هنوز جلوی پنجره است. خب دیگه قطع میکنم، یه وقت شک نکنه. میبوسمت. جیگرتو. عایشه خانم، سال 89 یه پروژه داشتم در مورد منابع انرژی طبیعی در ارزرون بود. لیست کسایی که تو اون پروژه همکاری داشتنه میخوام به همراه رزومشون. الان میارم یا فایلشو همونطوری برام بیارین؟ باید تو اون کموده باشه، پیدا نشد بایگانیو ببینی. چشم قربان.
کریم عزیزم، چرا بیدار شدی؟ سردت میشه، بیا پسرم، بیا 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 عزیزم، بیا برو تو رخت خوابت. بابا من مرد مگه نه؟ اونم مرده به من نمیگه. نه بابات نمرده، میاد پسرم، بابات برمیگرده. همه چه همینو میگین، بهم دروغ میگین. بابا من مرد مگه نه؟ مگه من تا حالا بهت دروغ گفتم؟ به خدا قسم بابات زنده است، میاد پسرم، اما فعلا بابات یه جای دوره، طول میکشه خبر بهش برسه، وقتی شنید زود بلند میشه میاد پیشت. کی؟ خیلی زود، به زودی میاد، تورم با خودش هو میبره استرالیا، پیش کانگروها. ببینم تا حالا استرالیا رو دیدی؟ ندیدی؟ خب بیا بریم کتابا رو نگاه کنیم، ببینیم تو استرالیا چیا هست. زودتر بیاد دیگه، دلم براش تنگ شده. این جونم عزیز دلم، فدات بشم، قربونت برم، بیاد منو ببره دیگه مریم جون. میاد پسرم، میاد، میاد عزیزم. کریم الگاز، ملاقاتی داری؟ ملاقاتی قبول نمی کنم. پدرت نیست، وکیلت اومده. یمو چی کار میکنی؟ بعدش هم به ما میپره، آدم مگه نامه یکی دیگر رو میخونه؟ زشت نیست؟ چیزی ننوشته، ولی این کارتو توجیه نمیکنه. صداتو ببر، همه چیو به کریم میگم. سلام. سلام. چرا گرفته ای؟ مریضی؟ چیزی شده؟ نه چیزی نشده. برات یه خبر خوب دارم که یکم لبخند رو لبات بیاد. یه نفر هست که قراره به نفعت شهادت بده. چی داری میگی؟ وقتی از محل حادثه میرفتی تو رو دیده، همون موقعم دیده که ورال سالمه. کی دیده؟ هاجر اوواجیک. تو برو، من الان میام. چرا؟ چی شد؟ زود میام. تو اینجا چی کار داری پسر؟ درست حرف بزن. برای چی افتادی دنبال فاطمه گل؟ آروم باش حرف بزنی. فاطمه گل راحت بزنی وگرنه دنیا رو سرتون خراب میکنی. برای چی رفتیم پیش فاطمه گل؟ آقا رشاد میخواد بدونه. که اینطور؟ بس بذار بگم، گندتون داره رو میشه. اون شب یه نفر اونجا بوده، میدونه ورال و کریم نکشته. تموم شد یاشار، کارت تمومه. تو چی داری میگی؟ کار تو بود مگه نه؟ ورال تو کشتی. دیوونه شدی؟ شایدم کار یکی از آدماته، یا شرانه تو رم بازی داده. سرت اینطوری زیراب میکنم، تو زندونا میپوسی. تو زده به سرت. فکر کردن میتونن بندازن گردن کریم و قصر در برن. یا شرانه میدونستن ورال دیر یا زود اعتراف میکنه، بزرگترین ترسشون هم همین بود.
ساکتش کردم، دخلش آوردن، ولی هیچ چیزی مخفی نمیمونه. همه چی رو شد. برو بهشون بگو کریم به زودی میاد بیرون و بازیشون به هم میخوره. دقیقا همینو بگو. مصطفی جزاشونو میکشن، بهشون بگو. یالا برو. میبینین منیر چی به سرمون آورد؟ آقا رشاد نگران دختره نباشین، اون قضیه حل، خیلی خوب حلش کردی، واقعا که عالی شد. این چه وضعشه آخه؟ حالا قتلم میفته گردن ما. شاید هم دختره دروغ میگه، احتمالش نیست به خاطر گرفتن پول بیشتر بلوف زده باشه. متاسفانه حقیقت داره، دوستای آقا منیر بالاخره به یه دردی خوردن، کپی شهادت نامه رو گرفتن. یعنی همینطوری به شما اتهام زدن؟ گفته وقتی کریم داشت میرفت فورال هنوز صحیح و سالم بود، مصطفی پیغام فرستاده که ما متهم میشیم. همینو کم داشتیم لعنتی، هر چی تقلم میکنیم بیشتر فرو میریم. این حتما منیره. خیلی خوب بریم، به ما شک نکنه. حواستون باشه در این مورد چیزی به گوشش نرسه، به اندازه کافی دردسر داریم، دیگه حوصله این اقزدان های اون لیمانه ندارم. خوش اومدین آقا شمسی. آه شمسیه. خوش اومدی شمسی. خیلی ممنون. چیزی شده؟ داشتیم میرفتیم تو حال، تو هم بیا. اومدم به لمان سر بزنم، امروز آرومتر شده بود؟ یه کمی بهتره. خوبه، بیشتر از این مزاحمتون نمیشیم. با یه کلینیک صحبت کردم، به زودی میبرمش لندن. نه بالاخره قبول کرد؟ نه ولی چاره ای نیست، باید قبول کنه. خب دیگه داروهاشو بدم یکم پیشش بمونم، سعی میکنم یه جوری راضیش کنم انشالله. وضعیتشو ببینم، شاید امشب بردمش خونه. حسین منیر کجامون؟ یکیتون زنگ بزنه، دارم دیوونه میشم. بعد به ما میگی، یکم آروم. بهش بگو زودتر بیاد، عجله کن. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشه. خاموشه، معلوم هنوز از هواپیما پیاده نشده. من تو اتاق کارمم، اگه شمسی اومد بگو یه کار فوری پیش اومده، با اون مشغوله. باشه عزیزم. ما هم به بابا کمک میکنیم، حوصله‌اش رو ندارم. انگار یه جغد شون بالا سرمون میچرخه. من خیلی خسته شدم هیلمیه، دیگه کم آوردم. چه خوب که رفات این روزا رو ندید. من میرم آب بیارم. اگه حرفای دختره درست باشه، کریم بی خود و بی جهت افتاده زندان، اونم گناه داره. دیگه توانشو ندارم غیر از خودم دلم برای کسی دیگه بسوزه، دیگه به اینجام رسیده. میترسم پریهان، اگه بچه همون تو این کار دست داشته باشن چی؟ هیلمیه، تو هیچ میفهمی چی داری میگی؟ ببین چه انگی به بچه همون میچسبونی؟ مگه اونا قاتلن؟ لطفاً این پارچه آب کنید. الان میارم. یکم سریع‌تر لطفاً، میخواد قرص بخوره. حتماً. رفت. یعنی شنی؟ فکر نمی‌کنم. یعنی امیدوارم نشدیده باشه. مام حرف خاصی نزدی؟ خاص یا غیر خاص از اینجور حرفا نزن، حتی فکرشم نکن. پول کرایه، آب، برق، تلفن، اینا آخر ماه پرداخت میشه. هنوز وقت داریم. 28 هم قسط ماشینه، اون باید پرداخت شه. 3 هم که کرایه غذاخوریه.
این یکی هم اگه حساب کنم دیگه درسته. دکتر منم هست. آه اونو نوشته. اینجاست. مشکلی نیست. میخوای یه مدت فاصله بدم یکم جمع و جور شی؟ فکرشم نکن، اون از همه مهمتره. تو دکترتو برو، فاصله ننداز. خیلی خب ببینم، جمعاً 825 تا میشه. 3000 تام تو بانک داریم. تمومه، مشکلی نیست. ولی غذاخوری باید حسابی کار کنه، وگرنه نمیتونیم از پس هزینه‌ها بر بیاییم. اصلا نگران نباش، با مدیر مدرسه که تو محله از حرف میزنم ببینم تو بوفشون میتونیم بروک و چیزای دیگه بفروشیم یا نه. مهمت هم در خونه ها میره و تبلیغمون رو پخش میکنه، برای اونم کار جور شد، بعدش هم برای سرویس منازل میفرستیمش. احمد تو هم نره راه میجون، وضعمون اینقدران بد نیست. هنوز ازم دلخوره. نه دلخور نیستم. این چه حرفیه؟ من از این ناراحتم که به هیچ دردی نمیخورم. بی خودی سربار شمام شدم. داداش دستت درد نکنه. آره من دست و پاچو لفتی هم دیگه، نمیتونم به مشتری ها برسم، همش غذاها رو اشتباه میبرم. اصلا هم اینطور نیست. امروزم وقتی داشتم از پرسخونه میمدم به مدرسه مراد سر زدم، اونجا یه مستخدم میخوان، اونجا کار میکنم، سربار شما هم نمیشه. داداش این حرفا چیه میزنی؟ نه رحمی، جای تو غذاخوری گله. این کارا چیه؟ ما میخوایم کارمونو گسترش بدیم، بیشتر کار کنیم، نمیتونی ما رو تنها بذاری؟ ولی به دردتون نمیخورم، اصلا به دردتون نمیخورم. بس نکن، نمیتونی جای دیگه ای کار کنی. بعدشم چه قولی به کریم دادی؟ میخوای فاطمه گلو تنها بذاری؟ داداش باور کن، قول میدم دیگه بین من و زن داداش حرفی پیش نمیاد. به خاطر اون نیست. میدونم به خاطر همینه، چون دلخور شدی میخوای بری. نه پس دیگه از این حرفا نزن، ناراحت میشم. باشه باشه نمیگم. باشه تازه اون آدمم تو شناختی، آدم یاشارانا رو. مصطفیمونو میشناسی؟ اما تو خبر دادی، وگرنه ما روحمونم خبر نداشت. وقتی تو دادگاه دیدم گفتم من این آدمو قبلا دیدم. ره دیدی؟ بفرما. داداش جون تو رو خدا منو تنها نذار. باشه باشه تنهات نمیذارم، تنهات نمیذارم. خب حالا چی میشه؟ این آدم ها صبح تا شب تعقیبمون میکنن؟ مصطفی گفت باشون حرف بزنن. یه کاری بکنیم، غذاخوری رو ببریم یه جای دیگه. تو رو خدا مگه میشه راه می دست بردار؟ یه عالم خرج کردیم، کجا بریم؟ اگه بخوان همه جا میتونن ردمون رو پیدا کنن، واسه همین عوض کردن جامو فایده ای نداره. ایشالله کریم هم زودتر آزاد شه. ایشالله. میخوام آمن بخوابم. اما تو رو نمیخوام، بیا اینجا. برم کن بیا اینجا. لعنت کنی. ای وای مراد پسر بیادم، بیشن بیتر بیادم. بچه رو نزن. چی شد؟ چی شد؟ نیا بالا ها، مگه نگفتم؟ خیلی خوب خیلی خوب، خواهش میکنم. خوش لوسفازی در میاره، عمش رو میخوام. میچسبونیمش، میچسبونیم، مگه نه؟ مهم نیست. چطور مهم نیست؟ میخرم، اینو همینو میخرم. همش میگه عمم رو میخوام، عمم رو میخوام. میگم نه رو، ولی کون گوش شنوا. بیبریم. خیلی خوب، گریه نکن، گریه نکن دیگه. مراد جون چرا مواظب نیستی؟ اتفاقی شد. خب معلومه اتفاق دیگه. دیدی هیچ کس ما رو توی خونه نمیخواد، دست و پاچو لفتی. را بیام. مگه من چی گفتم؟ شما تو خونتون راحت باشی، معذرت میخوای مزاحمتون شدی. زنده داشت آقا کادیر، واقعا معذرت میخوایم، آخرین یادگار خانومتون. عیب نداره جانم، مشکلی نیست. باید مراقب این خرد ریزه ها باشیم. اگه یه بار دیگه بریم اونجا، یه بار دیگه بگی عمه، قلم پاتو میشکنم. انگار صدای تلفن میاد. تلفن منه. فاطمه گل، چسب باید تو جعبه ابزار کریم باشه. خیلی خوب. جعبه ابزار کجا بود؟ بله مریم خانم. بله خودمم. من فخرالدین الگاز هستم. پیدا کردم. یه لحظه صبر کنین. شما از ما چی میخواین؟ کریم حرفاشو بهتون زد. اومدم ترکیه. نه نه ببینید، کریم نمیخواد شما رو ببینه. لطفاً راحتش بذارین، الانم به یه سفر کاری رفته.
میدونم کریم تو زندانه، امروز برای دیدنش رفتم. البته مثل اولش نمیشه، ولی خدا رو شکر زیاد خورد نشده، زود میچسبونیمش. کی به مریم خانم زنگ زد؟ نمیدونم، رفت تو اتاقش. جدی این وقت شب کی ممکنه زنگ بزنه؟ نکنه یا شارانا زنگ زدن ناراحتمون کنم. اصلا کار خوبی نکردم. کریم نمیخواد شما رو ببینه، لطفاً مزاحمش نشین. کریم بیگناهه مگه نه؟ معلومه بیگناهه، معلومه، حتی پرسیدنش هم اشتباهه، اما خب شما چون اصلا نمیشناسینش نمیدونین چجور آدمیه. کی؟ سالهای سال نخواستین اونو ببینین. بابایی که الان برای چی اومدین؟ میخواین قهرمان بازی در بیارین؟ نکنه فکر کردین چون تو زندونه قبول میکنه شما رو ببینه؟ کار خوبی کرده حرف نزده، اصلا چه حرفی با شما داره؟ میشه این حرفا رو رو در رو بزنی؟ نه خیر آقا، چرا باید حرف بزنم؟ چه حرفی با شما دارم؟ مریم خانم، فقط یه شانس میخوام. ببینید آقای فخرالدین، کسی که باید این شانس رو بهتون بده من نیستم. من نمیتونم از طرف کریم همچین کاری بکنم. ولی قبلا به جای اون تصمیم گرفتین؟ من هم شما هم مادرتون کاری کردین کریم منو یه جور دیگه بشناسه. اما دلایل موجهی داشتیم. نخواستین کریم حقیقتو بدونه. ببینید معذرت میخوام، اما واقعا نمیخوام در مورد این مسائل صحبت کنم. لطفا قطع نکنید. فردا میام استانبول، میشینیم حرف میزنیم. نه خیر، چاره ای نداریم، هر دومون به خاطر کریم مجبوریم. لطفا مریم خانم، ازتون خواهش میکنم. خیلی ممنون. وقتی اومدین به هم زنگ بزنیم، محل قرار رو بهتون میگم. باش، به امید دیدار. میدونستم یه روز اینطوری میشه. قراره هم دیگر رو ببینی؟ ولی الان ازمیره رفته بود ملاقات کریم. خب؟ کریم قبول نکرده باهاش حرف بزنه، اما با هم روبرو شدم. از کجا فهمیده کریم افتاده زندان؟ تو رو خود اینجا نیاد، مجبور نشم باش حرف بزنم. نمیخوام کاری کنم کریم عصبانی شه. مجبورم باهاش حرف بزنم، با وجود عصبانیتش مجبورم حرف بزنم. Kirpeğin kaşına da değdi zaman, kirpeğin kaşına da değdi zaman. Bekleme sevdiğim, vur beni beni. Bekleme sevdiğim, vur beni beni. Sevdanın şafağı söktü zaman, sevdanın şafağı söktü zaman. Diyardan diyara sav beni beni, diyardan diyara sav beni beni. Saçların rüzgarı tel tel biçende, saçların rüzgarı tel tel biçende. Dudağın dilinden şerbet içende, dudağın dilinden şerbet içende. Gönlünde duygular ateş saçanda, gönlünde duygular ateş saçanda. Alevden gömleğe sar beni beni,
alevden gömleğe sar beni beni. دمت گرم. خواهش میکنم. یکی دیگه هم بزن. آره رفیق، اینجا روزا اینطوری میگذره، یه روز برات مثل یه سال میگذره، صبح یه سنگینی رو دلت حس میکنی، بعد از اون وقتی یه پرنده پشت پنجره میشینه دلت آروم میگیره، بعدش یکم سواکتر میشی و دوباره شروع میکنی به خیال بافی. تیشو چرا اینجوری نگاه میکنی؟ برو بهشون بگو اونا هیچ آسیبی نمیتونن بهم بزنن. کیا؟ چون من بیگناهم. اگه هزار بارم برام پاپوش درست کنن از همشون سربلند میام بیرون. دقیقاً اینو بهشون بگو. چی داری میگی؟ من کیا باید بگم؟ اینجا هر کی آدم رشاد یاشارانه بره بهشون بگه. میدونم یکی از شماها باهاشون در ارتباطه. فریب بازیاشونو نمیخورم. میفهمی؟ این چی داره میگه؟ ببین پسر، انقدر با خودت حرف زدی دیوونه شدی. از من گفتم تو هم کشش نده بشین سر جا. اما مگه نمیشنوی چی میگه؟ دو دقیقه ما رو خبرچین کرد. حالش خوب نیست، ولش کن.